سلام بینندگان تلویزیون رسا، در میزگردی دیگر از مجموعه میزگردهای نقد و نظر در تلویزیون رسا در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته در آستانه دومین سالگرد تولد جنبش سبز مردم ایران، گفتگو پیرامون دستاوردهای این جنبش، نقاط کاستی و نقاط قوت آن و نگاه به آینده و درسهای آن برای آینده است با استفاده از تجارب این دو سال. در میزگرد امروز در خدمت آقایان بیژن حکمت و علی کشکر، هر دو از فعالان سیاسی جمهوری خواه هستیم و از نظراتشون استفاده خواهیم کرد. سوال رو از آقای کشکر آغاز میکنم. آقای کشکر، در آستانه دومین سالگرد جنبش سبز مردم ایران هستیم. به نظر جناب عالی چه نقاط قوت و چه کاستی‌هایی در فرایند دو ساله جنبش با اون مواجه بودیم که میشه امروز به اونها پرداخت؟ من فکر میکنم که جنبش سبز در این دو سال دستاوردهای بسیار بزرگی داشته. من به این نکته اول اشاره کنم که سالها بود که بسیاری از جریانات مختلف آزادیخواه و مخالف استبداد در ایران آرزوی این داشتن که بتونن با همدیگه متحد بشن، در کنار هم قرار بگیرن و عملی نمیشد. اما تولد جنبش سبز تمام دیوارهایی که بین نیروهای مختلف اپوزیسیون طرفدار آزادی و دموکراسی وجود داشت رو از بین برد یک شبه و ما شاهد بزرگترین گرد همایی ها در داخل و خارج ایران بودیم و به اعتقاد من جنبش سبز توانسته برای اولین بار در تاریخ 30 ساله گذشته وسیع‌ترین همراهی و همدلی را بین مجموعه نیروهای سیاسی ایران پدید بیاره و این یک دستاورد بسیار بزرگ جنبش سبزه. نکته دیگه اگر بخوام عرض کنم که جنبش سبز چه دستاوردهای مهمی پیدا کرده که میتونه در واقع دستمایه پیروزی های آینده جنبش سبز باشه، یکیش اینه که اگر ما هویت ملی کنونی ایران رو به حساب 4 وجه مهمش بخوایم بشماریم، یکی دموکراسی خواهیه، یکی ملی گراییه، یکی به حساب دینداری هست یا اسلام خواهی هست که در بخش بزرگی از مردم ایران هست، و یکی هم در واقع عدالت خواهی به معنای اینکه خب اقشار تهی دست جامعه و لایه های فقیر جامعه، بخش بزرگی از جامعه ایران که زیر سطح فقر زندگی میکنن، اینا همه خواسته های معینی دارن که اینم میشه جزء یکی از وجوه هویتی مردم ایران دونست. خب جنبش سبز دموکراسی خواهی رو، این وجه مهم از هویت ملی رو کاملا با خودش همراه کرده، ملی گرایی و ایرانیت رو کاملا با خودش همراه کرده، و اگر اسلامیت در گذشته تکیه‌گاه اصلی حکومت بود، امروز بخش مهمی از اسلامیت هم در کنار جنبش سبز هست. یعنی روحانیونی که تعدادشون بسیار وسیعه و در کنار جنبش سبز قرار دارن، شعائر دینی، حتی شعارهای دینی، اینا همه در کنار جنبش سبز قرار گرفتن. و باز میدونیم که استبداد الان فقط مداحان رو به خودش همراه داره و یا روحانیونی که کم و بیش به قول خودشون دنیاشون رو فروختن، وگرنه وقتی نگاه میکنیم این وجه هم از هویت ملی ایران در کنار جنبش سبزه. به اعتقاد من جنبش سبز بایستی به اندازه کافی به مسئله تهیدستان و عدالت و برای اینکه وسعت بیشتری پیدا بکنه و در لایه‌های مختلف اجتماعی بره، به این مسئله هم بپردازه. اگر بخوام به یکی از ضعف‌های جنبش سبز هم اشاره کنم، این است که هرچند خود حرکت مردم همه دیوارهای
در واقع مرزبندی های مختلف بین نیروهای دموکراسی خواه رو شکسته، اما در میان فعالان سیاسی و کادرهایی که در جنبش سبز فعالیت دارن به نظر من هنوز برخی مرزها وجود داره و ما بعضی وقتا شاهد گرایش های هستیم از جوانب مختلف که هر کسی میخواد جنبش سبز رو به نوعی با تقلیل گرایی به نظرات عقیدتی و سیاسی خودش محدود بکنه و کوچک بکنه و این خطرناکه برای جنبش سبز. و من فکر میکنم که ما باید همه توجه بکنیم که جنبش سبز جنبشی است متعلق به همه ایرانیان از هر عقیده و فکر و گرایشی و رهبران بایستی کاملا به این مسائل توجه داشته باشند. خوشبختانه آقای موسوی و آقای کروبی در تمام مدتی که قبل از حصرشون فعالیت داشتن به این مسائل توجه داشتن و به همین دلیل هم هست که امروز مورد احترام وسیع همه فعالان جنبش سبز هستند. آقای حکمت، نظر شما در خصوص نگاه به گذشته دو ساله جنبش سبز چیه؟ شما نقاط ضعف و قوت این جنبش رو پس از فراز و نشیب هایی که این جنبش داشته، پیش از بازداشت خانگی رهبران شناخته شده جنبش و پس از اون چه میدونید و چه ارزیابی از این کمبودها و کاستیها و از اون نقاط قوت و دستاوردهای اون دارید؟ آقای کشیار به برخی از دستاوردهای این جنبش اشاره کردند که به نظر من درسته. شکستن مرزها در عین اینکه تکثر وجود داره، در اینکه دیدگاه‌های مختلف در جنبش وجود داره، و به نظر من مهمترین نکته باز در پدید آمدن اصولا یک نیروی سیاسی هستش. ما می‌بینیم که نیروهای سیاسی که قبل از این جنبش در جامعه ایران وجود داشته نیروهای حزبی کوچکی بودند که بیشتر هم در جریان انتخابات فعال می شدند و دوباره فرو می خفتند و فعالیت چشمگیری در زمینه ساماندهی سیاسی جامعه ایران کمتر داشتند. و خطوطی هم که روش پافشاری می کردند، گرچه خب شعار ایران برای ایرانیان داده می شد، گرچه برخی حقوق ملت روش تکیه می شد، ولی پروژه عمومی برای گذار به دموکراسی، برای استقرار دموکراسی در ایران پیش از این وجود نداشت. به نظر من جنبش سبز که در حقیقت با ایستادگی میرحسین موسوی آغاز شد و شیخ کروبی و این امکان رو داد که مردمی که خواستهای خودشون رو پیش از انتخابات در یک سلسله مطالبات مطرح کرده بودند به میدان بیان و همدیگر رو پیدا بکنند و یک جنبش سیاسی اجتماعی به وجود بیارن، این مهمترین واقعی هستش که در حقیقت ما بعد از خرداد 88 میبینیم. دیوارهای ترس رو این جنبش فرو ریخت برای اینکه مردم دیدن که تنها نیستند. جوانها، زنها، لایه‌هایی که بیشتر زیر ستم هستند در این استبداد دینی، هر کدوم تنها و گاه پای صندوق رای یک نوع همبستگی با دیگران احساس می‌کردند. ولی همبستگی در خیابان و در مقابل نیروی سرکوب واقعاً یک قوت قلبی و یک روحیه جدیدی به مردم میده برای که پیکارشون و مبارزشون رو برای آزادی و دموکراسی جلو ببرند. دستاورد مهم دیگه جنبش سبز به نظر من این هستش که با وجود تکثر این جنبش و دموکراسی های گوناگونی که در این جنبش وجود داره، دو شخصیت مهم میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران این جنبش پدیدار شدند. مطلب ساده ای نیست در یک جامعه سیاسی که برای دموکراسی مبارزه میکنه که رهبرانی رو بپذیره و قبول بکنه، حال بگیم به صورت نمادین، به صورت همراهان جنبش، ولی به هر حال شخصیت های تأثیرگذاری هستند.
شخصیت هایی هستن که میتونن میانجی خواست های ملت با حکومت قرار بگیرن. زمانی که جنبش سیاسی مردم اوج گرفتش و حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد، اونها میتونن در حقیقت به قول فرانسوی ها مذاکره کنندگان این جنبش باشند برای که خواستهاش رو عملی بکنند. وقتی ما از یک جنبش اجتماعی سیاسی خودانگیخته صحبت میکنیم، دشواره که بخوایم برای این ضعف‌های برشماریم، برای که جنبش بدون اینکه خط و برنامه سیاسی داشته باشه، رهبری سازمان یافته ای داشته باشه، هنگامی که احساس میکنه باید به میدون تظاهرات بیاد میاد، و هنگامی که احساس میکنه نباید بیاد نمیاد. شما این آمدن و رفتنها رو نباید به عنوان نقاط ضعف و نقاط قوت ببینیم. مهم این هست که در طی این دو سال دستگاه سرکوب کوشش کرده ارعاب رو به منتها درجه بالا ببره، و نتیجه متناقض این کار هم این بوده که جرأت و شهامت رو در فعالان جنبش سبز به شدت بالا برده. شما این نامه‌ای که چند روز پیش دوستان از زندان اوین نوشتند درباره مرگ و در حقیقت کشتن هدا صابر با امضای 62 نفر از زندانیان سیاسی، می‌بینید که چه اکت شجاعانه هستش که ما در تاریخ ایران کمتر شاهدش بودیم. اما آقای کشکر، جنبش سبز به نظر میرسه که جنبشی است که به نوعی فقط یک راه برای پیگیری مطالبات خودش در پیش رو داشت، و اون هم حضور خیابانی و تظاهرات خیابانی بود. آیا فکر نمی‌کنید که جنبشی که فقط مطالبات خودش رو از طریق تظاهرات خیابانی دنبال می‌کنه نمی‌تونه به گونه‌ای عمل بکنه که با حاکمیت بتونه کنار بیاد؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر جنبش سبز به سمت راه‌های دیگه تعامل یا گفتگو با حاکمیت می‌رفت، می‌تونست به مطالبات خودش زودتر دست پیدا کنه؟ من اول در پاسخ این پرسش عرض کنم که خیابان در شرایط استبدادی که احزاب سیاسی در واقع به نوعی فعالیتشون ممنوع هست و یا لاغر و ضعیف هستند به خاطر اینکه آزادی ها نبوده، خیلی مهمه. ما نقش خیابان رو در تونس دیدیم، نقش خیابان و میادین رو در مصر دیدیم، و هم اکنون هم در سوریه میبینیم. در دوره انقلاب ایران هم نقش خیابان مهم بوده. من به هیچ وجه نمیخوام شرایط کنونی رو با شرایط قبل الان مساوی یا تشبیه کنم به هم دیگه، فقط میخوام نقش خیابان رو در شرایطی که احزاب فعال حضور ندارن و استبداد از طریق سرکوب اجازه فعالیت‌های آزادانه نمیده رو عرض کنم که چقدر زیاد هست. به این اعتبار من میخوام باز هم تأکید کنم که اعتراضات خیابانی خیلی مهم هستن برای حال و آینده جنبش سبز، و این یکی از اهرم‌های مهم فشار به حکومت و یکی از راه‌های مهم در واقع فعالیت جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست. خب این منکر فعالیت‌های دیگه نمیشه. خب اینجا ما نگاه که می‌کنیم شبکه‌های اجتماعی فوق‌العاده فعال بودن. راهنمودهایی که آقای مهندس میرحسین موسوی دادن در مورد در واقع اون شبکه‌های افقی که چگونه فعالیت بکنن و سبز رو به فرهنگ جاری در جامعه تبدیل بکنن، و دیدیم که تا اندازه زیادی هم در این زمینه خب حرکت شده. اما دیگه واقعا چه کاری میشه کرد؟ شما ببینید فعالان جنبش سبز در زندان‌ها درخشیدن، مقاومت حماسی نشون دادن، دانشجویان چقدر فعال بودن تو این زمینه‌ها تو دانشگاه و چقدر زیاد هزینه هم دادن، و ما چقدر زندانی سیاسی و چقدر محرومان از تحصیل داریم تو دانشگاه‌ها، یا جنبش زنان و همه اینا که نگاه می‌کنیم. من یه راه دیگه‌ای که می‌بینم در آینده اتفاقاً اگر شرایط مناسب به وجود بیاد،
اعتصاب هست. و یا راههایی که ما در مصر دیدیم، مثلا مصری ها آمدند و میدان التحریر رو در اونجا نشستند و به نوعی تسخیر کردند این میدان رو جوانان مصر و خیلی موفق شدند. و ما در ایران چه بسا در آینده اگر یک تظاهرات بزرگ شکل بگیره، تحسن خیابانی، تحسن در دانشگاه‌ها یا در میادین مؤثر باشه. منتها من فکر می‌کنم بایستی شرایط برای، اگر شرایط برای یه اعتصاب گسترده هم در ایران هموار باشه و تشخیص داده بشه، به نظرم اینم یک اهرم مهم فشاره. به این نکته می‌خواستم اشاره کنم که حکومت تن نمیده به گفتگو با نیرویی که نتواند فشار کافی بهش وارد بکنه و به همین اعتبار هم تعامل بدون اینکه در پایین اهرم فشار نیرومندی علیه حکومت باشه به نظر من غیر ممکنه، یا تعاملی خواهد بود که موجب بدبینی به حساب نیروهای فعال جنبش سبز میشه و بدبینی مردم و با شکست روبرو میشه، برای که چیزی از این تعامل به دست نمیاد. آقای حکمت، اگر این جنبش دو ساله رو ما به دو دوره پیش از بازداشت خانگی رهبران شناخته شده جنبش آقایان موسوی و کروبی و پس از بازداشت این دو بزرگوار تقسیم بکنیم، به نظر میرسه که در دوره‌ای که خود اونها مستقیما با مردم در ارتباط بودن، با تمام تنگناها و فشارهایی که البته در اطرافشون بود، رهبری و هدایت جنبش منظم‌تر پیش میرفت. و پس از اون که شورای هماهنگی راه سبز امید به هر حال به گونه‌ای بخشی از اون بار رو بر دوش گرفت، اون هدایت و راهبری نتونست جنبش رو به شکل گذشته به یک نظم و در واقع انسجامی برسونه. نظر شما در این زمینه چیه؟ سرمایه اجتماعی آقای موسوی و کروبی که با ایستادگیشون و در حقیقت با رد فصل خطاب بودن آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان بهش دست یافتن، این سرمایه برای سایر فعالان جنبش سبز کمتر دست یافتنی هستش و اونها رو در یک جایگاهی قرار میده که فعالان نزدیک به ایشون هم هر چقدر شورایی یا ارگانی برای رهبری به وجود بیارند، طبیعتا اون اعتبار و اون سرمایه اجتماعی رو با خودشون نخواهند داشتش. این یک نکته اوله و یک نکته ضعف خواهد بودش در آینده که باید دید چگونه میتوان جبران کرد. نکته دوم این هست که آقایان موسوی و کروبی حساسیت عجیبی به همراهی با خواستها و تحول جنبش از خودشون نشون میدادن و مسائلی که جنبش سبز در تکثر خودش مطرح میکرد، خواستهایی رو که پیش میکشید، اونها به نوعی شاید نه به همون صورتی که این یا این گرایش سیاسی میخواست، ولی به هر حال در گفتار خودشون منعکس می‌کردند. می‌دونید که سیاست عمومی آقای کروبی و میرحسین موسوی استفاده از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی برای احقاق یک رشته از حقوق مردمه و برای رسیدن به این هم یک انتخابات آزادی رو پیشنهاد میکنند که درش گرایش های سیاسی جامعه شرکت بکنند، ولی هیچ وقت به صراحت نمیگن که آیا این انتخابات واقعا تمام منتقدین و مخالفین نظام رو هم دربر میگیره و فراسر قانون اساسی و بر اساس یک مذاکره و پیمانی با حاکمیت موجود خواهد بود زمانی که فشار انقدر شده باشه که اونا وادار به پذیرش بشن، یا اینکه یک انتخاباتی خواهد بود مثل گذشته محدود به خودی ها. زمانی که این انتقاد یا خط مشی دیگری که یک انتخابات آزادی میخواست که همه گرایش های سیاسی جامعه بتونن در شرکت بکنن و این ناگزیر مستلزم یک پیمانی فراسر قانون اساسی هستش، آقای موسوی به صراحت پاسخ دادن که بعد در قانون اساسی میشه
قانون انتخابات رو عوض کرد و شرایطی به وجود آورد که همه مردم بتونن کاندید بشن و منتقدین نظام و مخالفین نظام هم بتونن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن. این یک نمونه بودش، ولی به هر حال این دو خط مش کماکان الان به طور موازی در جنبش سبز وجود داره. یعنی کسانی که خواستار این هستند که ما از نظام جمهوری اسلامی گذر بکنیم به شیوه مسالمت آمیز، از راه انتخابات آزاد، از راه مبارزه مردم و وادار کردن حاکمیت به تمکین به چنین انتخابات آزادی که میتونه شرایط بعدی گذار به دموکراسی رو فراهم بکنه، و گرایشی که میخواد خودش رو محدود بکنه به قانون اساسی و با تکیه بیشتر روی قانون قوانینی که به هر حال ناظر بر حقوق مردم هستش و همون اجرای بی‌تناظر قانون اساسی. مشکلی که ما داریم در هر دو سو هستش، یعنی کسانی هم که خواهان عبور از نظام و رسیدن به دموکراسی هستند هنوز نتونستن بین خودشون هماهنگی لازم رو به وجود بیارن و به ویژه یک مشی سیاسی مشترکی رو در پیش بگیرن. یکی از نقاط جنبش ضعف جنبش سبز دقیقاً مسئله سازماندهی هستش. ما میدونیم سازماندهی در ایران دشواره، ولی به هر حال سازماندهی شبکه‌ای و سازماندهی سخت تا یک حدودی امکان پذیر هستش. ولی مسئله اصلی سازماندهی مسئله سیاست هستش. شما با چه سیاستی، با چه استراتژی نیروهایی رو که میخواید جمع بکنید و به هم پیوند بدید میخواید هدایت بکنید؟ و اینجا هستش که از یک طرف استراتژی‌های آقای موسوی و کروبی مطرح میشه که شاید از دقت کافی برخوردار نیست، شاید مخصوصا نخواستند که شفافیت زیادی بهش بدن، و از طرف دیگه سیاست ها یا استراتژی که یک انتخابات آزادی رو فراسر قانون اساسی میخواد و میخواد تمام کسانی رو که خواهان دموکراسی هستند به هر حال گرد این سیاست جمع بکنه. چه کسانی که خواهان تغییر این نظام هستند و چه کسانی که خواهان اصلاح این نظام هستند. برای که استراتژی انتخابات آزاد دقیقا این امکان رو میده که حتی گرایش های دیگه هم که اقتدارگرا هستند چنانچه این انتخابات رو بپذیرن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن. آقای کشکر، یکی از مقولات مهم در هر مبارزه سیاسی بحث استقلال اون جنبش هستش. با توجه به اینکه جنبش سبز جنبشی است که متکی بر آراء مردم بوده، اما به گونه‌ای به هر حال افکار عمومی دنیای غرب و دولت‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در غرب هم از این جنبش حمایت کردند. این بهانه ای شد برای رسانه‌های نزدیک به حاکمیت که جنبش سبز مردم ایران رو یه جنبش نزدیک به دنیای غرب یا مورد حمایت آمریکا و غرب بدونن. این تناقض رو که حاکمیت وارد میکنه و این ایرادی که از سوی حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت وارد میشه رو چگونه پاسخ میدید؟ نخست بگم که همه رژیم‌های استبدادی و سرکوبگر مخالفت‌های خودشون رو به دشمنان خارجی وصف می‌کنن و به حمایت‌های خارجی. همین الان سوریه هم همین کار می‌کنه. قذافی هم از اول همین کار می‌کرد و تونس هم همین کار کرد. مبارک هم. این یه در واقع مسئله بسیار عمومی، قاعده عمومیه. همه این کارو می‌کنن، حکومت استبدادی و سرکوبگر. این یک. دوم این که در جهان امروز، در جهان فیسبوک و توییتر که واقعا دنیا به یک دهکده کوچکی تبدیل شده که همه همدیگه رو میبینن و شاهد هستن، طبیعیه که افکار عمومی و وجدانهای بشری در برابر کشتارهایی که توسط حکومتهای سرکوبگر میشه حساسن و حمایت میکنن، و ما بایستی از این حمایت خوشحال باشیم. حمایت افکار عمومی جهان یا نمایندگان دولت‌های دموکراتیک و یا سازمان‌های بین‌المللی، اینا رو ما بایستی با خوشامدگویی بپذیریم و هیچ ربطی به وابستگی نداره، مگر خود این آقایون وقتی که مثلا آقای خمینی در برابر حکومت پیشین ایستادگی می‌کرد به نوعی حرفای ایشون رو مطبوعات غربی پوشش ندادن.
مگر ایشون در فرانسه نیامده بودن و از طریق همین رسانه های فرانسوی در واقع پیامشون رو به همه جا میرسوندن؟ خب اون زمان هم اگر شما یادتون نیست، ولی اون زمان هم رژیم پیشین مدعی میشد که بی بی سی و دولت های غربی دارن این کارو میکنن. خب هنوز هم برخی از طرفدارای رژیم پیشین همینو میگن. خب بنابراین اینا یک حرفایی است که غیر قابل قبوله. این پیروزی بزرگ جنبش سبز اتفاقا هست که چهره دیگری، چهره زیبایی، چهره آزاده و دموکراسی خواه و متمدنانه و مدنی از مردم ایران در افکار عمومی جهان برده و جهانی که چهره آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد رو دوست نداره و این چهره های در واقع که دشنام میدن به همه و همیشه صحبت از خشونت و تنش و امثال هم میکنن، به جای این یه دفعه یه ملتی میبینه که بسیار پیشرفته است و با یه حساب خواسته های بسیار عادلانه و زیبایی اومده تو صحنه. دنیا از این حرکت حمایت میکنه و به نظر من این حمایت رو ما بایستی ازش بسیار خوشحال باشیم و هیچ ربطی به استقلال جنبش سبز که یک جنبش کاملا ملی و مستقل و از دل ملت ایران در اومده در واقع نیست. آقای حکمت، به عنوان سوال آخر که به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، یکی از کاستی های جنبش سبز به نظر میرسه پیوند نخوردن این جنبش با طبقات فرودست جامعه بوده و به نظر میرسید که این جنبشی است که جنبش طبقات متوسط بوده و با یک شعار رأی منکوک برخی معتقدن شعار طبقات متوسط هستش و لزوما طبقات فرودست جامعه که غرق در مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند به این دنبال این شعار نبودند. برخی البته نظرات مخالف هم دارند. به همین دلیل گفته میشه که این جنبش در پیوند خوردن با مطالبات طبقه کارگر، طبقه فرودست جامعه که غرق در مشکلات معیشتی روز هستند موفق نبوده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟ این واقعیتی هستش که جنبش سبز در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران، حدودی اصفهان و شیراز و در چندین شهر کوچک به لایه‌هایی که بهشون طبقه متوسط شهری میگن پیوند خورده و نتونسته هنوز مجموعه مزد حقوق بگیران رو، برای که بسیاری از این مزد حقوق بگیران در همین لایه‌های متوسط هستن، اونها رو به پیکار برای دموکراسی و آزادی بکشه. گرچه کوشش‌های بسیاری در این زمینه انجام گرفته و آقای موسوی و سایر گرایش‌های جنبش سبز کوشش کردند با دادن شعارها و به هر حال طرح خواستها و مطالبات این مردم یا این بخش از مردم سعی کنند اونها رو به مبارزه برای دموکراسی جلب بکنند، ولی به هر حال این یک کار طولانی است و فقط مسئله این نیستش که اونها غرق در مسائل معیشتی هستند، بلکه به هر حال دولت ما یک دولت نفتی هستش، دولت رانت بگیر نفتی هستش، مقدار زیادی از این رانت رو در بین طبقات پایین تقسیم میکنه و اشکال گوناگون بدونی که الزاماً حالا وضع معیشتی اونها خیلی بهتر بشه، ولی قابل مقایسه نیستن مردم تهران با مردم قاهره. بنابراین پیوند خوردن یک باره طبقه متوسط با جنبش یا با خواستها یا با انگیزه های کارگران به نظر من کار دشواری هستش و کار طولانی مدت هم هستش. ما اصولا جنبش سبز باید یک پرسپکتیو طولانی داشته باشه برای پیروزی خودش، به علت اینکه دولت در ایران ساختارش فرق میکنه با اون چیزی که در مصر و تونس و یا کشورهای دیگه بوده، دستگاه سرکوبش فرق میکنه، دستگاه سرکوب هرمی داره که به طور موازی و به طور پراکنده عمل میکنه، از یک مرکزیت پیروی نمیکنه، خود مراکز تصمیم گیری متفاوتی وجود داره که سعی میکنن خودشون رو با همدیگه هماهنگ بکنن و خلاصه بخشی از مردم به هر حال در این دولت برآمده از انقلاب که هنوز 30 سال ازش بیشتر نگذشته درش سهیم هستن و نوعی کلینتلیسم وجود داره و نوعی حمایت که
در نتیجه افکار مذهبی هم میتونه باشه. بنابراین باید یه دید طولانی نسبت به این جریان داشت و از طریق سازماندهی، از طریق کار کردن، از طریق کوشش برای پیوند دادن سازمانهایی که منافع طبقه کارگر رو نمایندگی میکنن، کوشش بشه که ضرورت پیوند این منافع رو با دموکراسی خواهی، با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و با یک مبارزه همگام عمومی توضیح بدن، کار بکنن روش و سعی بکنن این جریان‌ها رو هم به حرکت عمومی دموکراسی خواهی در ایران متصل بکنن. و در اینجا به پایان میزگرد نقد و نظر در آستانه دومین سالگرد جنبش سبز میرسیم. با سپاس از آقایان بیژن حکمت و علی کشکر، هر دو از فعالان سیاسی جمهوری خواه. ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون باخبر کنید. شب و روز خوبی رو براتون آرزومندیم.